آقای نتیجه سفارش پدر. آقای پیرهادی اهل تهران، طبق وصیت پدر به بخش دادنگی شهرستان ساری اومد و روی احداث باغ در اراضی شیبدار سرمایه گذاری کرد. اون دلگرمیشون باعث شد که من ادامه بدم، حتی انقدر پدرم به این منطقه علاقمند شد که وصیت کردن که در همین منطقه ایشون رو به خاک بسپاریمش. آقای پیرهادی پسر 40 هکتار از زمین‌های شیبدار این منطقه رو تبدیل به باغ سیب، گلابی، تمشک و آلو کرده. زارعین اینجا هکتاری 3 تا 4 تن داشتن جو و گندم برداشت میکردن که خوشبختانه الان تبدیل شده به این باغ مدرن که میتونه سالانه بین 70 تا 80 تن انشالله بار رو ما از اینجا برداشت بکنیم. حالا بعد تحقیق و مطالعه بسیار سعی کرد مدل جدیدی در باغداری کشور اجرا کنه. با توجه به که اینا تقریبا حالا نه درخت میشه گفت نه درخچه میشه گفت، برای چیدنش هم شما راحتی. بهره‌گیری از سیستم مالینگ یا همون پای کوتاه قدم اول بود. تمام این درخت‌ها را دقت بفرمایید به اینا بسته میشه. بر اساس باری که میگیره و بادی که میاد اینها بر نگرده و از ریشه درآید. با آبیاری قطره‌ای مصرف آب رو هم کاهش داد. به جای استخر از مخازن سجه‌داره استفاده کردیم. چون نور به این آب نمیرسه دیگه جلبک نزنه. امنیت بیشتری رو به من باغدار میده که این قطره چکونهام نگیره. استفاده حداقلی از سموم برای تولید محصولات ارگانیک از دیگر روش‌های نوین احداث این باغ مدرنه. در بحث کنترل آفات ما توی بعضی از آفات مثل سوسک گردخار کاملا مصرف سم رو از بین بردیم و توی آفات دیگه هم تا حدود 70% کاهش مصرف سموم رو داشتیم. زمین‌های شبیه زمین آقای پیرهادی در مازندران کم نیست. زمین‌های شیبداری که میشه نتایج خوبی ازش گرفت. واقعاً مازندران به سرمایه‌گذاران نیاز داره که زمین‌های با ارزش اون رو تبدیل به ویلا نکنند، بلکه سرمایه‌های خود را در خدمت تولید و حمایت از بخش کشاورزی که همون امنیت غذایی کشور بگیرن. حدود 4000 هکتار اراضی شیبدار در منطقه دودانگه هست که میتونه تبدیل به این باغ زیبا و سرسبز و پربازده بشه. بابا پور روشن، خبرگزاری صدا و سیما، دودانگه.